لذتنامه داس. لذتنامه؟ آیا چون واسه غرب پیدا شده آنی کم سیده نه؟ حالا یه پسر مسلمونه بیچاره دیشب عروسیش بود. چی شده؟ تو دعوا مرگ مغزی شده. عسل بدیعی بازیگر جوان سینما و تلویزیون متولد فروردین 1356 بود. وی فعالیت هنری خودش را از سال 75 با بازی در بودن یا نبودن آغاز کرد. عسل فکر کنم اولین بازیگری بود که فیلمی بازی کرد که در رابطه با پیوند اعضا بود، فیلم بودن یا نبودن. این اتفاق امروز اینجوری میفته که اعضاشون رو اهدا کردن با رضایت خود مرحوم بدیعی و رضایت کامل خود خانواده. حضور در دست‌های آلوده، شمعی در باد، سریال زمین انسان‌ها، ششمین نفر و تا صبح از دیگر بخش‌های کارنامه کاری مرحوم بدیعی بود. طبق موافقت خانواده مرحوم عسل بدیعی و همچنین میل باطنی وی، برای اهدای اعضایش در جشن نفس همه اعضای داخلیش اهدا شد. و عاشقانه در مورد جا انداختن این مسئله برای خانواده ها صحبت کرد و همونجا فرم عضویت در انجمن اهدا عضو امضا کرد و کارت صادر شد که کارتش در بیمارستان موجود هستش. میخواست که اگر اتفاقی براش افتاد و مرگ مغزی دچار شد، اعضای بدنش تا اونجایی که امکان داره و مورد نیاز هستش اهدا کنه به نیازمندان. به این مسئله تمام مراحل اهدا رو خود خانم بدیعی فرمشون هست تیک زده بودن که رضایت کامل دادن به همه اهدای همه اعضا. این اتفاق امروز داره میفته و تصمیم سختیه، ولی خب کار بزرگیه. نمونهش نمونه بارزش خود منم که الان دارم با شما صحبت میکنم که اگر این بخشیدگی یک خانواده نبود الان من اینجا نبودم. تا این لحظه اعضایی که قابلیت اهدا داشتند، کلیه ها و کبد 100% بودن، یعنی هر کلیه یک نفر استفاده میکنه، یک نفر جان دوباره میگیره از کلیه های خانم بدیعی. ایشون میتونه با کبدش یک انسان رو زنده بکنه. یه آدم رفته ولی بدنش میتونه جلوی رفتن چند تا آدم و باعث ادامه زندگی چند تا آدم دیگه بشه. خب این خیلی کار با ارزشیه. هنرمندی که با اهدای اعضای خود به بیماران نیازمند هنرنماییش را کامل کرد و این بود آخرین سکانس عسل بدیعی. بعد گفت من خودم جنت آباد بودم، اوضاع اونجا رو دیدم، ما رو فرستاده بودن قبر بکنیم.